سلام ستړي مشي د آغاز روز خبرونه ته خراقلاس د تخار نجونو ته د طالبانو خبرداري تر اووم ټولګي پورته به زده کړې نه کوي. تخار کې ځایي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو په دغه ولایت کې خبرداری ورکړی چې نجونې دې له اووم ټولګي پورته ښوونځي ته نه ځي. د تخار ولایت د ښوونې ریاست چارواکي وایي د کلنۍ ازموینو له پیل سره هممهاله د یاد ولایت په هغه سیمو کې چې طالبان حاکم دی خلکو ته خبرداری ورکړی چې نجونې دې له اووم ټولګي پورته زده کړې نه کوي. د تخار ولایت د پوهنې ریاست مرستیال قطب الدین له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو په بهارک ولسوالۍ او د طالقان په نورو سیمو کې ښوونځیو ته خبرداری ورکړی چې نجونې دې له اووم ټولګي وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوموړي ویلي د طالبانو پر خبرداری سربیره نجونې ښوونځي ته حاضرې شوي دي او کلنۍ ازموینې په منظم ډول روانې دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم دي خلکو ته یې ویلي وو چې نجونې دې ښوونځیو ته نه لیږي. زموږ خبریال نصرت الله ابراهیمي همدا اوس موږ سره په خپرونه کې وصل دی. ښاغلی ابراهیمي، مهرباني وکړه د نجونو ته د طالبانو د خبرداري په تړاو باندې چې له اووم ټولګي پورته به دیو ښوونځي ته نه ځي، اصلي کیسه څه ده؟ په کومو سیمو کې دغه خبرداری ورکړل شوی دی او آیا دغه خبرداری په خلکو باندې مستقیم بد اغیز کړی دی؟ سلام به شما جلیلی صاحب محترم و تمام بیننده های عزیز و گرامی آریانا نیوز. برنامه امروز، بله، طالبا از روز یکشنبه که امتحان های فاینل یا امتحان سالانه دانش آموزای مکاتب از صنف 4 الی 12 در تخار و سایر ولایت هایی که سرسرست آغاز شده، طالبا از روز یکشنبه تا هنوز چندین مکتب اوناس در ولسوالی بهارک و همچنان در منطقه قلبرس لسه نسوان از مکتب رفتن و چون به خاطر امتحان دادن و آزمون سالانه داشتن، دانش آموزا می رفتن باز ماندن و اخطار برایشان دادن که دیگر باید به مکتب نروند. به اثر گفتگوها و متنفذین را که ریاست معارف تخار به محل فرستاده بودن به مرکز تخار به منطقه قلبرس، مشکل در منطقه قلبرس حل شده. روز گذشته دانش آموزای لسه بودله در منطقه قلبرس یا امتحانشان در حالی که روزی یک شنبه آغاز می شد و امتحان روز سه شنبه شروع کردند، به اثر میانجیگری متنفذین و بزرگان محل مکتب در منطقه قلبرس آغاز شده. و اما در ولسوالی بهارک فعلا هم مکتب بسته است. تا هنوز ریاست معارف و بزرگان تخار تلاش زیاد دارن و با طالبا تماس گرفتن که باید مکتبا باز شود، اما طالبا در پاسخشان ای را به بزرگان قومی و ریاست معارف تخار گفتن که هدایتی بسته کردن این مکتب از شورای کویته و پاکستان به دست آوردن، باید که او دوباره هدایت بدن و مکاتب بروی دختران که از صنف 7 الی 12 هستند در ولسوالی بهارک باز بکنن. ولسوالی بهارک از نزدیکترین ولسوالی های تخار است که تقریبا کمتر از 15 کیلومتر فاصلهش به مرکز تخار است. همیشه نیروهای امنیتی و حکومت محلی تخار ای را می گفتن که ولسوالی بیشتر ساحاتش در حاکمیت نیروهای دولتی است و طالبان هم به خاطر که قدرت نماییشان نشان بتن و بفهمن مردم که طالبا در این ولسوالی حاکمیت دارن و در این ولسوالی بخش های بیشترش در تصرف طالبا است، به این خاطر فعالین مدنی امیر میگن که طالبا به خاطر که قدرتشان به حکومت نشان بتن شاگردار از رفتن به مکتب باز ماندن، اما شاگردای از صنف اول تا صنف چهارم و شاگردای طبقه ذکور و پسران یا همه روزه به مکتب میروند و امتحانای فاینلشان فعلا شروع است، امتحان میتن. و در کناری از این
علت خودل شوه ده خاغل ابراهیمی وست خدا خو کما نوی خبر عام نده و بلده چه لدی اولان دی پا هاگ اول سواله که چه طالبان حاکم دی پا غصیمو که چه طالبان حاکم دی آیا دیو ده پوهنه بحیر سر استونزی لری یعنی پا طوله که وست خود امتیانونو وقت ده خونزه تا دنجونو پا تگ اعتراض لری اولان دیم دسی او چه خبر داره ورکل شوه ده پا تخار ولایت که او کنه دا یو نوی خبره دا پتخار که البته؟ البته در تولایت تخاری مسئله جدید است برای اولین بار است که تقریبا یک سه سال پیش در ولسوالی در قد یک برای مدت مکتب برای دانش آموزای دختر بسته کرده بودن مدت چند سال پیش البته در مدت دو یا سه سال اولین اقدام طالب است که هدفشان هم نشان دادن قدرتشان و نشان دادن حاکمیتشان در ولسوالی بهارک است چون ولسوالی بهارک از نزدیکترین ولسوالی های تخار است و همچنان نیروهای امنیتی چند پیش عملیات ها را در منطقه که در مرکز تخار گفتم را اندازی کرده بودند و خبرداری داده بودند و اعلامیه داده بودند که حومه های شهر طالقان جاهایی که طالبا حضور داشتند او بخش ها را از تهدید طالبا پاک کردن و طالبا را متواری ساختن اما بدبختانه که هنوز هم طالبا حضور دارن و در نه تنها که در حومه های شهر طالقان و نزدیک ولسوالی های نزدیک شهر طالقان بلکه بزرگایی که از طرف تخار به طرف قندز می روه در این مسیر هم چندین قریه را در حاکمیت دارن و اگر بخواهن وسایتی مسافربری را همه روزه بازرسی میکنن مسافرین تلاشی میکنن و این مسئله تازه است در تخار که امسال در حالی که مکاتب برای چند مدتی شروع شده بود چند هفته دانش آموزای دختر و پسر در تمام ولسوالی های تخار به درس میرفتن و در مصروف دانش آموزی بودن و تنها فعلا این مشکل در دیگر ولسوالی ها رخ داده دیروز زمانی که مسئولین معارف تخار این مسئله را بیان کرده بودند از ولسوالی های زیاد تخار که در حاکمیت طالب هسته بیشتر زین وقت دستم کیگی ابراهیمی صاحب چه کچیر تا پا حق ساهو که چه نظامی عملیات کیگی آقا که در حکومت در طرف نیکه در طالبانو حق ساهو که ملکیانو تا خبر ورکول کیگی یادا چه خپلا طالبان چون سیمه کی نندیو خلکو تا خبر ورکه چه یا دلکور ننوزی یا تریا وقت پوری در خلکو پا تک را تک باندی بندیز لگه پا آقا ساهو که دقا کم سیمو که چی او کم اول سواله که چی انجونو تا دنجونو دا تک در مخنیوی خبره کیگی آیا آلتا خون نظامی عملیات نتر سره کیگی پا دیو رسته که خود عملیات نده شوی یا هم جنگ جگره خونش داده برای یک هفته پیش عملیات نظامی که در ولسوالی بهارک که فعلا مکتب دخترانه را طالبا بر روی رفت آمدشان بسته کردن یک هفته پیش عملیات نظامی ها در او بخش ها پایان یافت و فعلا هیچ عملیات و هیچ نبردی در او منطقه وجود نداره و تنها ریاست معارف میگه که ایره ما از طریق گفتگو حل میکنیم اما در مدت امروز روز چهارم است که آزمونی سالانه شروع است نتانستن که مکاتب بروی دانش آموزای دختر باز بکنن البته تخار 16 ولسوالی داره که از میان 16 ولسوالی تنها دو ولسوالی بدون حضور و فعالیت طالب هاست دیگه در 14 ولسوالی طالب ها حضور گسترده دارن و فعالیت دارن و بخواین هر کاری را انجام دادن میتونن تنها ولسوالی های دوردست به گفته مسئولان ریاست معارف که دیروز ما همراهشان تماس تلفنی داشتم و خودشان هم در یک برنامه فراغت دانش آموزا از یک آموزشگاه خصوصی بود شرکت داشتن و این مسئله را نگرانیشان بیان کردن در دیگر ولسوالی ها را دغه وضعیت چه مخت راغله ده
او طالبان چې کومه خبره کوي ستاسو معلوماتو له مخې او هغه قرارداد یا هغه تفاهم چې طالبان د یونیسف سره کړی دی دغه سره یو څه په خلاف کې راځي. یو لوري ته دیو د ښوونځیو جوړېدو ته اجازه ورکوي، بل لوري ته بیا د نجونو د ښوونځي ته د تګ مخنیوی کوي. خپله کومو ځایونو کې چې طالبان حاکم دي، کومو ولسوالیو باندې یا کومو سیمو کې چې دي، هلته معلومات لري چې وضعیت څه ډول دی، دیو د خلکو سره څه ډول رفتار او رویه کوي؟ بله، من در همین مورد با آقای مجاهد تماس گرفتم، سخنگوی طالبا متاسفانه که به تماسی من پاسخ ندادن، اما در شماره واتساپشان پیام ماندم و تا هنوز پاسخ پیام من دریافت نکردم که معلومات از زبان از اونا بشنوم. من قبلا هم گفتم که در تخار تقریبا 14 ولسوالی را طالبا حضور دارن، از میان 14 ولسوالی 10 ولسوالی بیشتر. ابراهیمی صاحب، اگر شما معلومات بله سوال ما قسم مطرح کنم که وضعیت میایم در سوالتان میایم، خواستم یک معلومات در مورد حاکمیت طالبا بتم. بله، من قبلا هم براتون گفتم که طالبا هدف از این بسته کردنشان ای است که نشان بتن، چون مقام های محلی قبول ندارن که طالبا در همه های شهر طالقان و ولسوالی های نزدیک حضور دارن. شاید این کار به خاطر ای که حکومت محلی و مردم بفهمن که طالبا حضور دارن و همچنان برنامه با فعلا در ساحات زیر حاکمیت طالبا نه تنها یونیسف بلکه شرکت های خصوصی که از طرف ریاست معارف قرارداد کردن به خاطر ساخت مکتب عملا در چندین ولسوالی که زیر حاکمیت طالباسته کارهای ساختمانی مکاتب جریان داره و طالبا به خاطر ساخت مکاتب هیچ مشکلی را ایجاد نکردن و تنها عمده درصد کمیشنشان کار دارن و دیگر اجازه ساخت مکاتب به مردم دادن. و در ده ولسوالی را براتون گفتم که بیش از 60% در حاکمیت طالبا قرار داره و مردم در ساحات زیر حاکمیت طالبا زندگی میکنن. در اون ده ولسوالی دیگه که دورتر از مرکز تخار است و اونجاها راه رفت و آمدش بسته است، طالبا اونجا را بسته نکردن. فعلا دخترای اصنف 7 تا 12 را در ولسوالی های دوردست که حتی به سوگیر برتون گفته بیتونم که 95% ما ولسوالی دارن در تخار که زیر حاکمیت طالباست، مثلا در قد، یعنی قلعه، دشت قلعه، این ولسوالی هایی هست که بخش های زیادش از سوی طالبایی دارن میشه، اما در اون بخش ها ساحات زیر اداره طالبا مکاتب باز است و دانش آموزا امتحان های فاینلشان فعلا شروع است، رفت و آمد دارن. مشکل در این است که حکومت محلی تخار قبول نمیکرد که طالبا در ولسوالی بهاره که بیشتر بخش هایش در کنترل دارن و همچنان در مرکز تخار طالبا حضور دارن. این را به خاطر اینکه نشان بدن که ما در اینجاها حضور داریم و مردم هم بفهمه، به او دلیل شاید احتمالا که این نظر فعالان جامعه مدنی و شورای ولایتی است که میگن که به او دلیل شاید مکاتب طالبا باز کرده باشن، بسته کرده باشن. و این را براتون بگیم که شما سوال را که قبلا کردین یک بخشش از پیش ما که باید این را فعلا پاسخ بگیم که پیش از این ما گزارش هایی داشتیم که طالبا آنتن های دش از سر بام کسانی که دش داشتن با او برخوردی غیر قانونی میکردن، کسانی که ریششان کل میکردن، زنها در ولسوالی های مغورای کوکچه تخار اجازه نداشتن که بدون پایواز و بدون یک مرد به شهر و بازار بیاین. فعلا او مشکلات از طرف طالبا کم شده و در برخی موارد خود طالبا پس از اینکه مردم دانستن که خود طالبا آنتنهای ماهواره دارن و میخواین که تلویزیون ها را از طریق ماهواره تماشا بکنن، فعلا در ولسوالی ها ماهواره برشان اجازه داده شده. و اما مسئله کل کردن ریش و
بیرون شدن زنا بدون محرم از خانه، این مسئله باقی مانده که مردم در ولسوالی های مواره کوکچه تخار هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و همیشه از حکومت محلی خواهانی را اندازی عملیات ها شدن، اما برعکس که عملیات ها نتیجه نداشته، روز به روز قلمرو طالبا در تخار در حال افزایش است و اگر طالبا بخواهند حتی در فاصله 10 کیلومتری شهر تارقان روز یک شنبه تا روز سه شنبه مکتب دخترانه را بسته کرده بودند که فاصله 10 کیلومتر از مقام ولایت نیست، طالبا اگر بخواهند هر کاری انجام داده میتونند. فعلا بیشتر دعواهای حقوقی و پرونده های حقوقی که در تخار حکومت محلی به او رسیدگی دیرتر میکنند، مردم مراجعه میکنند به طالبا، بسیار زیاد مردم رجوعشان به طالبا در تخار بیشتر شده که حتی دعواهای حقوقیشان به طالبا مراجعه میکنند. و دلیلی که من از مردم پرسان کردم که چرا به حکومت محلی تخار مراجعه نمیکنند و به طالبا مراجعه میکنند، مردم این دلیل برای ما گفتن حتی در برابر کامره حاضر ابراهیمی صاحب بیا د خپل سیمه ایز حکومت په تخار کې په څه باندې بوخ دی، دغسې یو وضعیت چې په تخار کې فکر نه کوئ چې خپل سیمه ایز حکومت یو ډول باندې په تخار کې پاتې راغلی دی؟ ستاسو معلومات څه دی چې بالاخره دغه سیمه ایز حکومت په څه باندې بوخ دی؟ حکومت محلی تخار مصروف زدوبنده های داخلی است که توزیع کمک ها به بجا شدگان در تخار، که بجا شدگانی که واقعی هستند از ولسوالی هایی که در اثر جنگ ها آواره شدن برای اسوا، هم اونا هم انتقاد میکنند که حکومت محلی کمک ها را غیر عادلانه، غیر مساوی توزیع میکنه و کمک ها را کسانی به دست میارن که او اصلا به جا شده جنگ ها نیستن. و حکومت محلی دیگه در مدت 3 سال ما تقریبا شاهد تغییر و تبدیل چندین رئیس امنیت، چندین فرمانده پلیس و حتی والی بودیم که در 3 سال گذشته ما شاهد تبدیل و تقرری 4 والی بودیم که در حال حاضر یک والی جدید تخار بیشتر از 3 ماه یا 4 ماه می شود که تقرر حاصل کرده و مشکل در همی است که این مقام های محلی تخار اطلاعات درست از وضعیت تخار به حکومت مرکزی نمیتن و اگر که مقامات محلی اطلاعات درستر و خوبتر به حکومت مرکزی بتن، حتما حکومت مرکزی در قسمت عقب راندن طالبا و متواری کردن طالبا کمک میکنه. و ما شاهد بودیم که در سال روان یک تیم قوی از وزارت دفاع و وزارت داخله به خاطر راه اندازی عملیات ها آمدن به تخار و بخش های زیاد تخار به شمول ولسوالی ها از اداره طالبا آزاد ساختن و حتی نگرانی بود که از طرف ولسوالی دشتی ارچه کندز تخار با تهدید امنیتی قرار داره. ما شاهد بودیم که امی حکومت مرکزی با تانک و تیاره و نیروهای ویژه که از کابل آمده بودند بخش های وسیع تخار را آزاد کردند، اما پس از توقف عملیات ها به دلیل از اینکه نیرو به خاطر نگهداری او مناطق آزاد شده وجود نداشت و حکومت محلی نگهداری کرده نتانست، پس از توقف عملیات ها و رفتن نیروهایی که از کابل به تخار آمده بودند به کابل رفتند و دوباره بدون درگیری، بدون که طالبان جنگ بکنن، آمدن تمام بخش ها را گرفتن. متاسفانه که مشکل هم در امی است که حکومت محلی هیچ اراده و هیچ پلان و برنامه به خاطر تامین امنیت مردم نداره. فعلا در شهر طالبان یو پختنه بلا یو پختنه بلا خاغله ابراهیمی ده تخار وکیلان چیرته دی دیو پس باندې بوختی؟ متاسفانه که وکیل هایی که پارلمان که در تخار از تخار در کابل هستند، این وکیل ها ما تا هنوز صدای از زیار از کدام رسانه ندیدیم که صدایشان برآمده باشه، یا هم مصروف زد و بنده های خود هستند، چون در کنار اینکه طالبان در تخار حضور دارند، مسلح های غیر مسئول هم
یکی از چالش ترین بزرگترین چالش در برابر وکیلان هم شته ده خاغله ابراهیمی تاسو بلیدلی خپل د ولایتونو ستونز او خپل د موکلینو ستونز پریخدي پر سولا باندې باس کوي اول ته په ولایت کې خپل خلک موکلینی د بد وضعیت سره مخامخ خیال ته امنیت درست نه په نور برخو کې هم ستونزې ګڼې ستونزې لکه اوس دا یو ستونزه چې طالبان اجازه نه ورکوي نجونو ته په دې برخه کې دیو باید لاس په کار شي د دې په ځای چې دغه ستونزې حل کړي دیو راځي دلته په مرکز کې پراته یي همدلته یي کورونه همدلته یي کورنۍ راوستې دلته او په سوله باندې بحث کوي ما همین مسئله را براتون میگفتم که متاسفانه که وکیل هایی که ما از تخار داریم مصروف زدوبنده های شخصی مصروف تجارت شخصیشان هستند کسانی که دو دوره وکیل سپری کردند در تخار وکیل مردم تخار بودند حتی موتر سواری نداشتند فعلا آپارتمان ها در شهر طالقان بلند کردند و بسیار تجارت های کلان و بزرگ دارند و وکیل ها با بین خود جور نیستن اتفاق نظر ندارن و به خاطر اینکه پروژه را به منطقه شان بگیرن با هم هیچ اتفاق ندارن و هیچ کار بزرگ و کاری یک دست و یک پارچگی را در تخار انجام ندادن متاسفانه که خپل تجارت لکه جبرایبی سب دیر پر سرعت روان کرده بله مطلب نگرفتم بله مال خبرم امدا کوله چې خپل تجارت دغه وکیلانو ډیر په صورت باندې روان کړل لکه څنګه چې تاسو ویل چې هلته بلند منزل جوړ کړی دی په طالقان خار کې بله و مشکل دیگر ده که متاسفانه وکیلای پارلمان و سناتور صاحبایی که از تخار هستند برای مردم خلق کردن که تمویل و تجهیز مسئله های غیر مسئول است که مسئله های غیر مسئولی از یا همیشه از مردم ملکی قربانی گرفته و جنگ هایی که میان مسئله های غیر مسئولی که از طرف وکلای پارلمان تخار حمایت می شوند همیشه قربانی کارها مردم تخار بودند و همیشه مردم تخار صدا بلند کردند که باید وکلای پارلمان در قسمت تامین امنیت و در قسمت تطبیق مساوی پروژه ها کار بکنند اما متاسفانه که مردم در تخار از وکلای پارلمانشان اصلا رضایت ندارن و حتی ولسوالی هایی که تخار 16 ولسوالی داره متاسفانه که ما 9 وکیل داریم اما ولسوالی هایی که وکیل نداره از پروژه های عامل منفعه محروم هستن و اصلا کار در ولسوالی ها صورت نگرفته اما ما ولسوالی را سراخ داریم که به اثر سعی و تلاش وکیل پارلمانشان فعلا هیچ نیاز با ساختمان مکتب ندارن اما ولسوالی داریم که هیچ ساختمان مکتب در ولسوالی ساخته نشده این مشکلات ها در تخار از سابق ادامه داره و این مشکلات ها روز به روز داغ‌تر و بیشتر شده میره و حکومت محلی و مرکزی متاسفانه که توجه لازم در این زمینه ندارن ډیر زیات مننه ستاسو د تفصیلی معلوماتونه ښاغلی نصرت الله ابراهیمی کورد ودان سپاسگزارتان دلیل است.